هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی با ماست. آقای حسنیاری، خوش آمدید. چطور می‌بینید این حمله گسترده اسرائیل به حوثی‌های یمن رو با وجود فاصله حدوداً 2000 کیلومتر بین دو کشور؟ درود بر شما و ملت دلیر ایران. این نشانی روشنی است از توانایی‌های نظامی اسرائیل، به خصوص کسانی که در جمهوری اسلامی مورد شک و تردید قرار می‌دادند توانایی اسرائیل رو به خاطر بعد مسافت از ایران، و می‌گفتند که چون این کاری رو اسرائیل قادر نیست انجام بده. این نشان داد که اسرائیل می‌تونه در آن واحد در چند جبهه مهم بجنگه، و اون چیزی که شاید مهم باشه در این مورد، در مورد این حملات، استفاده از تعداد زیادی هواپیماها چه در لبنان، چه در یمن و همینطور در منطقه ابو کمال در مرز بین عراق و سوریه است. بنابراین نشانه روشنی است از اینکه اسرائیل طی سالهای گذشته خود رو برای چنین جنگ‌های آماده می‌کرده، و این جنگ‌ها به اعتقاد من ادامه پیدا خواهند کرد تا زمانی که اسرائیل به این نتیجه نرسه که خطر جدی این گروه‌های تروریست جمهوری اسلامی یا به کلی از بین رفته و یا کاملا کم شده. آقای حسنیاری، به اشاره کردیم به جنگ اسرائیل در چندین جبهه. میدونیم که امروز هم همزمان به چند جبهه حمله کرد اسرائیل، سوریه، لبنان، حالا یمن. تا حدودی به اهداف اسرائیل اشاره کردین، اما لطفاً برای ما دقیق‌تر بگین اسرائیل دقیقاً به دنبال چه اهدافی است که بعد از اون احتمال داره موج حملات خودش رو کاهش بده و منطقه به نوعی به حالت ثبات بیشتری برسه. ببینید، 45 سال میگذره از زمانی که خمینی و بعد خامنه اینها تصمیم گرفتن که اسرائیل رو از بین ببرن. برای از بین بردن اسرائیل میلیاردها دلار هزینه کردن، این گروه ها رو یا به وجود آوردن و یا اینکه مسلح کردن، به اونها پول دادن برای رسیدن به اون هدف خمینی. برای اسرائیل این جنگ ها جنگ های بود و نبود اسرائیل رو مطرح می کنن، یعنی اینکه بقای اسرائیل در این هست که در این جنگ ها، در تمام این جنگ ها پیروز بیرون بیاد و بتونه دشمنانش رو شکست بده. در نتیجه اون چی که می گذره یک نوع امتحانی است، آزمایشی است بین دو اراده، دو اراده سیاسی، یکی از جانب جمهوری اسلامی برای از بین بردن اسرائیل و دیگری از جانب اسرائیل برای مقاومت و از بین بردن این نیروها. اسرائیل تنها زمانی میتونه روی آسایش ببینه که یا این گروه‌ها کاملا از بین رفته باشن از نظر توان نظامی، و یا اینکه به اون حد از ناتوانی رسیده باشن که پرچم سفید رو بالا برده باشن و وارد گفتگو با اسرائیل بشوند برای اون چه که به دنبال اون هستند. به اعتقاد من چون این شق دوم انجام نخواهد شد، به خاطر اینکه اینها هدف اصلیشون همون از بین بردن اسرائیل، مگر اینکه اسرائیل جمهوری اسلامی رو که مادر همه این جنگ هاست و گروه های تروریستی است رو از بین ببره، و اینها بعد از این از بین رفتن این گروه ها ریزش خواهند کرد. آقای حسنیاری، بپردازیم به آن سوی میدان. بعد از کشته شدن نصرالله به نظر میرسید که اسرائیل به یک هدف بزرگ رسیده، اما موج حملات کمتر نشده، پیشروی‌هایی هم داشته در جبهه‌های جدیدی. امروز فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون به خصوص حوثی‌ها در این زمینه چه باشد؟ ببینید، اسرائیل موفق شد در ظرف مدت نسبتاً کوتاهی حماس و جهاد اسلامی رو کاملاً زمینگیر بکنه. با طی 10-12 روز گذشته توانست ضربات کشنده‌ای به حزب الله لبنان وارد بکنه. این تعداد کسانی رو که در رده‌های مختلف از رأس این هرم تصمیم گیری در لبنان در حزب الله تا به پایین اینها رو از بین برده، و در نتیجه انتظار نمی رود که حزب الله به یک باره از آتش به اصطلاح از این موشک پرانی های خود دست برداره. منتها اگر مقایسه بکنیم تعداد موشک ها و یا راکت هایی رو که حزب الله در روزهای اخیر، دو روز اخیر شلیک کرده با اون چیزی که پیش از حمله اسرائیل انجام داده، بسیار بسیار کمه. در نتیجه اسرائیل توانسته از نظر کیفی وضعیت رو بر حزب الله کاملا
تنگ بکنه و حزب الله رو در موضع عکس العمل قرار بده و نه اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره. و به تدریج که پیش میریم خواهیم دید که این از بین رفتن کادرهای سطح بالای حزب الله خود رو نشون میدن در میدان، در میدان جنگ، و در نتیجه اسرائیل بخصوص با در نظر گرفتن این مسئله که اسرائیل دست از بمباران‌های خود بر نمی‌داره، ولی خب نبایستی در کنار این بمباران‌های هوایی فراموش کنیم که اسرائیل ممکن هست که از راه زمینی هم وارد بشه برای پاک کردن اون چی که از حزب الله باقی مانده. متشکرم از توضیحاتتون. هوشنگ حسن یعنی کارشناس مسائل نظامی.